قطعا شایسته است که عیسی مسیح خدا و هممون مثل مریم اون نصیب نیکو رو پیدا کنیم یعنی با تمام هوش و حواسمون در حضور او و در حضور کلام مقتدر او باشیم ولی حقیقت اینه که خیلی موقع ها ما دلمون میخواد مثل مریم تمام تمرکزمون رو بدیم واقعا آرزوی قلبمونه نیست و همه کار خواستنیم در این قسمت اما هیچ کار نتوانستن و از موقع شرایط انقدر منفی میشه از نظر جسمی از نظر روحی اصلا شب میخوابیم صبح اینجوری یعنی همه چی انگار داره میره پایین نیست انگار یه دستی روی ماست داره ما رو میکشه فشار میده رو به پایین مخصوصا شاید عزیزانی که واکسن کرونا زدن این هفته من زده بودم شرایط زیاد آسونی نبود هرچی میخواستم خودم بلند کنم میدم اصلا فقط اینجوری بودم و اصلا تمرکزم نداشتم ولی فقط این آیه دلگرم کننده و تسلی بخش و تشویق کننده بود که هر دقیقه اعلام میکردم و منو بلند میکرد که خدا جلال و فرازنده سر توست در هر وضعیتی که هستی، اگه خوردی، افتادی، دستات پایینه، سرت پایینه، حتی چشماتو نمیتونی بالا نگاه کنی، با یه امیدی به اون خدا نگاه کنی، ولی خدای ما در مزمور سه، آیه سه میگه جلال و فرازنده سر ماست، او بلند کننده دست های ماست، ازیزان، او بلند کننده سرهای ماست، او بلند کننده موت های... که پر از خستگی کسالت یه جون نداری اون برافرازنده سرهای ماست عزیزان باور میکنین همین اعلام یه دقیقه پاشیم فقط این دست بزنین خودتون بکشین رو به بالا عزیزان به جای اینکه سرمون رو خم کنیم بالا رو نگاه کنیم آه و همینجور که دستامون بالا دست بزنیم برای خدا بزنیم. برای خدای خدایی که جلال و فرازنده سر ماست عزیزان هللویا هللویا بر امیدهای ماست غم و اندوها رو پایین میکشه و شادی ها رو بالا میکشه در هر شرایطی در هر شرایطی جلال برنامه قدوس او هللویا یه نفس عمیق بکشیم تا قشنگ این خون به مغزمون برسه تمرکزمون بیشتر بشه همین حرکت عملی کلی حال آدم رو میاره نیست به اضافه این پرستش عالی که داشتیم دیگه چه شود از در مرقس باب چهار آیه سی و آیه, آیه خیلی پر رمز و راز قدرتمنده میگه زیرا چیزی پنهان نیست مگر برای آشکار شدن و چیزی مخفی نیست مگر اینکه به ظهور بیاد گنج های خیلی عظیم و مخفیه عزیزان در کلام خدا راز های خیلی حیات بخشی در کلام خدا وجود داره برای آشکار شدن و اینکه خدا میخواد آشکار کنه چیزهایی که تو اول قرنتی میگه چشمی ندیده گوشی نشده. به ذهنی خطور نکرده اما خداوند ارادشه که بر دوستداران خودش این همه رازها رو آشکار کنه، مهیا کنه. باور میکنی؟ یکی از این سرهای مخفی شناخت خداست. که پولوس در اون رساله پرقدرت نفسگیر و آسمانی خودش که کلیسای جهانی رو چقدر زیبا به تصویر کشیده جایگاه قدرتمند کلیسا رو و مخصوصا یک دعای پرقدرتی داره که در این دعای پرقدرت که انگار من هر دفعه که اینو میخونم انگار ناله روح القدسه اول خطاب مقدسین کلیسای افسوس بعد به کلیسای جهانی در تمامی نقاط کلیسایی که عروس مقدس مسیحه و بزرگترین خطاب و خاندگی عروس مسیح اینه که خدا رو بشناسه برای همین پولوس این دعای پرقدرت و شگفت انگیز رو از طریق رول القدس نزد خدا بالا میبره در افسسیون باب یک آیه 17 میگه باز نمیستم از شوکگذاری برای شما و از یاد آوردن شما در دعای خود و از خدای خداوند ما عیسی مسیح آن خدای پرجلال آن خدای می میخواهم که روح حکمت و کشف را در شناخت خودش به شما عطا کنه تا چشمای دل شما روشن شه بعد ادامه میده وقتی چشمای دل ما روشن میشه به شناخت خدا میرسیم این شناخت خدا یک امیدی رو به وجود میاره این امیدی میراث غنی رو در دل ما آشکار میکنه روشن میکنه و این میراث غنی قوت بینهایت عظیم خداوند ما رو که بالاتر است هر رئیس و رؤسای همون جهان هم جهان پایین همه ایناست برای ما آشکار و مکشوف میکنه ولی از جان کلام این دعا نقطه فریاد داده، دعای پولس دو تا کلید پر رمز و رازه روح حکمت و روح مکاشفه هفته پیش برادر عزیزمون آرش خیلی زیبا راجع روح حکمت گفت نیست خیلی برکت گرفتیم اینطور که شنیدیم همه برکت گرفتن امین که امروز من با این بزاعت اندکی که دارم بتونم کمی روح از راجب روح مکاشفه اینجا صحبت کنم برای اینکه وارد این نقطه مرکزی کلام خدا باشیم اول باید واژه مکاشفه رو ما یاد بگیم روح حکمت و روح مکاشفه که روح القدس میده نیست بدون این دوتا روح شناخت خدا به قول پاستور یخته برای اینکه این وارد این مبحث بشیم واژه مکاشفه رو میخوایم ببینیم چی کلمه ای که هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید به کار برده شده در اصل به معنای برهنه شدن افشا کردن آشکار شدن یک چیز مخفی که از مخفیگاه خودش بیرون میاد ما در فارسی زیاد مکاشفه رو به کار نمیبریم بیشتر افشا کردن نمیدونم برملا شدن آشکارسازی یه کلمه خیلی ضعیفترش هست که واقعا در برابر مکاشفه خیلی ضعیفه روشنگری تنویر ذهن بدون عمل آشکارسازی خدا از زن، که به وسیله روح القدس انجام میشه ما هرگز به شناخت خدا نمیرسیم و صرفا در میان یه سری حدس و گمان دست و پا میزنیم زندگی میکنیم و موردی که خیلی حائز اهمیته که کلیسای ایرانی به خصوص باید از این آگاه بشه که مکاشفه رو ما به دست نمیاریم که دائم بگیم مکاشفه گرفتم نیست؟ این اشتباه ما مکاشفه رو کسب میکنیم مکاشفه به ما داده میشه مکاشفه از سوی خدا به سوی انسان هدیه از خداست وقتی که خدا به خاطر اون فیض خودش رحمت خودش خوشنودی پدرانه خودش اون به خاطر خودش خودش آشکار میکنه عزیزان در بهترین شکلش هرگز اونطور آشکار نمیشه که ما بتونیم رو در کنترل داشته باشیم در قویترین شکل آشکارسازی خدا که به انبیای بزرگش داده همچنان خدا پنهان باقی میمونه پیدای همیشه پنهان چون هیچ وقت چون خداست مفعول دست من و تو قرار نمیگیره تو مشت ما جا نمیگیره او در عین آشکار شدن همچنان پنهان باقی میمونه مخصوصا عزیزان ما در صلیب عیسی مسیح اینو خیلی واضح میبینیم چطور خدا خودش آشکار کرد روی صلیب ولی خیلی از افراد نمیتونستن او رو بشناسن چطور ممکنه خدای قادر مطلق خدایی که کائنا جای او رو نداره اینطور لطمه خورده مذروب روی صلیب آویزون باشه اصلا چشم بینا میخواد که عیسی مسیح مصلوب رو روی صلیب دید روح حکمت و مکاشفه از طرف روح القدس میخواد که ما عیسی مسیح رو ببینیم عیسی مسیح که خدای پر جلال و بی همتا بود ولی این چنین بی حرمت و توهین شد چطور ممکنه عزیزان و خصوصیت دیگر مکاشفه این که همینطور که خدا خودش رو آشکار میکنه هیچ وقت عزیزان هیچ وقت وقتی خودش رو آشکار میکنه صرفا ما رو با یه سری اطلاعات کتابخونی چیزایی که به ما منتقل میشه یه سری آگاهی رها نمیکنه اگه مکاشفه از خداست ما درگیر میشیم ما در برابر این مکاشفه آشکارسازی خدا باید تصمیم میگیریم. باید جواب بدیم تو نمیتونی از کنار خدایی که خودشو آشکار کرده عبور کنی بی تفاوت در تولد تازه اینو هممون دیدیم نیست وقتی خدا از اون مخفیگاه خودش بیاد بیرون از اون پاسخهای ما خیلی مطرحه ما باید پاسخ بدیم باید ایمان بیاریم چون تمامی هستی ما زیر سوال میره وقتی خدا خودش رو آشکار میکنه تو خدای واحد حقیقی رو میشناسی وقتی اینو میشناسی از اون میفهمی این خدا اون خدایی نبوده که اب بچگی تو مخت کردن های ذهنی که تو ذهنت ساختن این خدا اون خدا نبوده وقتی خدا خودشو آشکار میکنه عزیزان برای من در روی سجاده نماز آشکار شد تمام بوت ذهنی تو تمامی اون خدایان دروغینی که در مذاهب مختلف دنبالش میگشتی یک هو در یک آن فرو میریزه وقتی بخوام بازم در مورد مکاشفه صحبت کنم به عنوان مثال مکاشفه مثل یک جمله روشنگره عزیزان وقتی یک کتابی رو میخونی یه متنی رو میخونی نمیفهمی سخت برات هی hey میخونی دوباره میخونی میگی بابا این چی داره به من میگه یک دفعه یک جمله اون وسط میبینی انگار اون جمله میجهه در قلب تو در ذهن تو در چشمای تو میگی آها حالا فهمیدم حالا فهمیدم تمامی اون چیزی که میخواستم بفهمم فهمیدم تمام کتاب تمام اون جمله که نام مفهوم و محف بود برام آشکار شد فقط میتونی بگی بابا کور بودم بینا شدم درست عزیزان وقتی حتی یک متن رو میخونی یک کتاب رو میخونی که برای تو سوال برانگیزه یک دفعه روشنایی میشه یه متنی که مخشوشه محوه آشکار میشه چه حالی میشه عزیزان در نهایت انگار یک دیدی تازه پیدا میکنی یک ذهنیت تازه یک تصویری تازه از اون تمامیت اون کتاب پیدا میکنه درسته؟ از کم کم انگار هستی تو رو هم تحت تاثیر قرار میده دید تو رو نسبت به جهان هستی جهان بینی تو رو چون روشنایی شده یه کتابی که دوست داری عزیزان چقدر بیشتر چقدر بیشتر عزیزان وقتی خدا خودش رو آشکار میکنه وقتی خدا هم خودش بیاد بیرون خدایی که بالاتر از فهم و درک ماست خیلی بالاتره و برای همین ما نیاز داریم از انسان نیاز داره که خدا به سراغش بیاد و خودش رو آشکار کنه بازم چرا چرا انسان احتیاج داره که خدا به سراغش بیاد چون خدا یه شخصه و شخص کلا از طریق مکاشفه شناخته میشه الان اگه من بخوام پوریا رو بشناسم او باید به من اجازه بده قلبش رو باز کنه اگه بخوام یک رابطه صمیمانه با او داشته باشم من باید احساس او رو بشناسم من باید دلنگرانی های او رو بشناسم اون اگه اجازه نده ده سالم بره و بیاد یک رابطه سطحی باقی میمونه درسته یا نه؟ ولی سهم من چیه؟ سهم من اینه که توجه نشون بدم علاقه نشون بدم که من میخوام که تو رو بشناسم حالا چقدر بیشتر از شناخت خدا که یک شخص برتره یک شخص نامحدوده وقتی قلب تو شروع به تپیدن میکنه وقتی مثل پولس ناله میکنی در دعا در حضور میگی تمام چیزها رو در زندگی خودم زیان میشمورم حتی چیزهای خوب و حتی بهترین و حتی تجربیات عالی که بهش میبالیدم فخرم بود تمام و فضله میشمرم وقتی اولویت در زندگی تو قبل از خدمت قبل از اینکه صبح تا شب بودوی دنبال این اون برای خدمت شناخت خدا باشه از چه اتفاقی میافته؟ این خالق جهان این قادر مطلق این خدای لشکرها و جنود بسیار این خدای عظیم و رعی، این خدای عجیب و حکمت این خدای عظیم القوت عزیزان خدایی که به جلال و کبریایی آراسته شده خدایی که تمامی ملت و تمامی جهانیان مثل قطری در برابر وجود دریای بیکرانشه خدایی که تمام قدرت ها و حک... حکیمان این دنیا در نظرش از عدم و بتالت کمتره مثل قوار زمینه چیکار کار میکنه عزیزان؟ شروع میکنه از مخفیگاه خودش بیرون میاد شروع به پرده برداری میکنه اینو بهش میگن روح مکاشفه در شناخت خدا یک بار از طریق کلامش از, از, از کجا شما نجات پیدا کردی؟ مکاشفه کلامش بود دیگه من سر سجاده نماز داشتم کلام عیسی مسیح رو میخوندم هیچی نمیدونستم که دفعه روشنایی شد چطور تو یه لحظه از عمق محکومیت از عمق تاریکی و زلالت به نور حیرت انگیز پسر خدا وارد شدم نمیدونم چی شد فقط یک نوری بوده قلب و زندگی من آیا شما اینطور نبوده عزیزان خدا وکیلی وقتی چشمای دل شما روشن شد وقتی عیسی مسیح دیگه اون پیامبر اولل اول از نبود که فقط استاد گرامی بهش احترام بذارین چی شد عزیزان تک تک ما رو از اون حزیز ذلت بندگی که خدا آسمون هفتم فقط ما باید جلوش دولا شیم به اوج عزت اوج عزت فرزن خاندگی که او رو بابا آبا خطاب کنیم این طور شد این مکاشفه بود این آشکارسازی بود یا آمین داره یا نه عزیزان و بعد از نجات هم همینطور همچنان تا آخر عمرمون کند و کاف میکنیم جستجو میکنیم میطلبیم برای شناخت خدا ادامه میدیم تا روزی که کلمه خدا رو که با خدا برابر بود رو به رو ببینیم آمین تا روزی که بگیم حقیقتا حقیقتا و تمامی این مکاشفاتی که در طول زندگی سی چل سالم دیدم محو میدیدم، دیدم ناخانا می دیدم جزئی می الان چشمان من داره تو رو آن طوری که هست می بینه زانوهای ما خم میشه عزیزان در حضور پر جلالش ولی تا آن زمان خدا مشتاقه که همان جزئی شناخت و در پیش باشیم برای همین خلق شدیم برای همین ما رو نجات داده همین جزئی شناخت قادر زندگی های ما رو متحول کنه عزیزان روح سرسپردگی و اطاعت بده در شادی نه در غرغر ما وقتی که میخوایم یه لحظه فکر کنی چیزای بی جان رو بشناسیم بازم مثال دارم میزنم مثلا رشت کوهای البرز ایرانی هستیم تخت جمشید و چیکار میکنیم شاید کافیه چند تا کتاب بخونیم نیست تحقیق کنیم وقتی نگاه میکنیم رشت کوهای البرز از شمال به کوههای آرارات توی ترکیه وصله بعد کم کم این رشته کوه میاد به استان تهران به گیلان و مازندران از این رشته کوه ها رو همینجور که تحقیق میکنیم میبینیم او رسید به کشیده شد به افغانستان اون مراتع بسیار وسیع اطراف اونو یه چند وقت تحقیق میکنیم تخت جمشید و وقتی میخوایم بشناسیم شاید باید بریم مردش چند کیلومتری شیراز اون دست اون کتیبه‌ها رو که در زمان نمیدونم خشایار شاه نشین. بخونیم از نزدیک نگاه کنیم شاید باید معماری آشور و مصر رو یکم بخونیم تا ببینیم این ریشه تمام این تاریخ ها، این معماری عجیب و زیبا از کجا اومده درسته؟ حالا میخوام بیا اسب و یه موجود جاندار رو بشناسیم چیکار باید بکنیم؟ یکم سختره باید چند هفته وقت بذاریم چند روز وقت بذاریم ببینیم نحوه مهار کردنش چجوریه رام کردنش چجوریه خصوصیات او چجوریه با چه شیوه ای با این اسب باید رفتار کنیم باید چند وقت بریم با این اسب زندگی کنیم شاید اونایی که عصب سوارن، خیلی این متودا واردن حالا عزیزان انسان چی انسان اگه بخوای بشناسی در مورد انسان به نظر شما یه کم که نه چه عرض کنم قربونش برم خیلی پیچیده تر نیست چون انسان خلاف اسب اسرارآمیزه عزیزان منحصر به فرد آفریده او یک شخصه یک شخصه و بالاتر از یه سری نظرات من و توه یه سری چیزهایی که فکر کنیم الان موش بلنده، موش کمرنگ ب... کوتاست من بلنده الان بد اخلاق خوش اخلاق پر حرف کم حرف اینا پدرشینه مادرشینه خیلی یک شخص بیشتر است این صفات کلیه دیدی یه زن و شوهر رو 20 ساله با هم زندگی میکنن مخصوصا زنا بیشتر موقع لب و هم هنوز تو رو نشناختی جونت در نیاد چرا عزیزان چون شخص بالاتر از یک سری صفاته ما که انسانیم اینقدر غیر قابل درکیم، چقدر خدا بیشتر عزیزان بر طبق کلام خدا، خدا خدا کاوشناپذیره خدا غیر قابل تفحصه، ولی با این وجود قابل شناخته، اینو با ایمان میگم، طبق تجربیات فراوون خودم میگم، چرا؟ چون خدا خودش مشتاقه که خودشو بشناسونه، و ما رو در یک رابطه من و توی قرار بده برای همین ما رو تجهیز کرده با روح حکمت و مکاشفه و این قدرت اجرایی داده که روح القدسه که به وسیله روح القدس دعا کنی این, این ها رو این روح حکمت و مکاشفه رو دریافت کنی خدا با تمامی محیب بودنش، هولناک بودنش، عزیزان، رازگونه بودنش، ولی قلب خدا به دنبال انسانه زمانی که آدم و هوا از شناخت خدا از اون پاکی و معصومیت خدا توهی شدن خالی شدن به خاطر گناهی که کردن اوریان و ترسان شدن این کی بود که ابتکار عمل رو در دست گرفت رفت دنبالش در خونکی باغ عدن خدا دنبال انسان میگشت کجا هستی ای آدم تو کجایی عزیزان چه عشقی هنوزم تنین صدای پر مهر پدر در تمامی جهان میپیچه که تو کجایی ای آدم تو کجایی ای فرزند عزیز من تو کجایی پرده قدس و پاره شده و من اونجا عاشقانه قلبم تلاپ و میکنه که تو وارد شی همجور تو صحنه و حیات بیرونی گیر نکنی نمونی عزیزان هنوزم چشمای عاشق خدا در تمامی جهان تردد میکنه که ببینه کی مشتاقه که او رو بشناسه تا مخفیگاه خودش بیاد بیرون رخ به نمایه عزیزان این خدا خدای ماست او فراتر از درک و فهم ماست کاملا صحیحه اما در این حال به این معنا نیست که ما نتونیم او رو بشناسیم ما هرگز هرگز هر چیز رو در تمامیت خدا نخواهیم شناخت ما اما قادر هستیم از آن چیزی که خدا مکاشفه کرده آشکار کرده بشناسیم ما باید بشناسیم چون خدا میخواد در تصنیه باب 29 آیه 29 میگه چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست اما چیزهای مکشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ماست اسراری از و مسلما تو نمیتونی بری دنبالش یه نصیحت بد میکنم دنبال اسرار و سر و صبح تا شب میخوام سر اینو باز کنم اسرار اینو باز کنم تو کتاب این محققا خیلی خوبیه ولی نباش تشویقت میکنم آنچه که خدا آشکار کرده در کلامش مکاشفه داده که برای ماست و فرزندان ماست اونو دنبالش برید و بزرگترین و عظیمترین مکاشفه که خدا از خودش داد از ایسا بود ایسا خدا رو توسط خودش مکشوف کرد در بستر تاریخ ایسا مکاشفه کامل الهی خداست زمانی پیامبران مکاشفات خیلی زیادی داشتن پر از تنوع پر از زیبایی پر از شکوه واقعا قابل تعمق بود ولی همه جزئی بود خیلی اندک بود ما آموس رو میبینیم وقتی میخواد میخوایم عدالت خدا رو بشناسیم که این همه راجبش صحبت میکنیم برو کتاب آموس رو بخون آموس یه مکاشفه خاص از عدالت خدا داشت و کتاب مقدس هست وقتی میخوای قدوسیت خدا رو بشناسی برو کتاب اشعیا رو بخون وقتی میخوای جلال و جبروت خدا رو بشناسی برو کتاب حزقیال رو بخون وقتی میخوای به محبت آگاپه و بدون قید و شرط خدا پی ببری ناب اونجور که هست برو کتاب هوش رو بخون که در اون تجارب تلخ و وحشتناک عزیزان محبت خدا رو برای مکشوف کرد هر پیامبری جزئی یا قسمتی از حقیقت الهی رو برای مقابل درک کرد مکشوف کرد ولی هیچ کدام از پیامبران تمامی حقایق رو یک جا نداشت فقط عیسی مسیح بود که قسمتی از حقیقت خدا نبود بلکه تمامی خدا بود خدا را هرگز کسی ندیده است هرگز اما پسر یگانه ای که در آغوش پدر بود اون همان هم بود که خدا رو آشکار کرد خدا رو ظاهر کرد خدا رو مکاشفه کرد او که فروغ جلال خدا مظهر کامل ذات خدا او که با کلام نیرومندش تمامی کائنات رو نگه میداره با کلامش عزیزان با خون پاک خودش تک تک ما رو تطهیر کرد و در آسمان عرش برین جایگاه رفی که جایگاه خودش بود دوباره نشست هر کس ایسا را شناخت ایسا خودش میگه هر کس مرا شناخت خدا را شناخت خدا را دیده است و با این تجهیزاتی که خدا به ما داده از با این تجهیزاتی که روح القدس به ما داده روح حکمت و روح مکاشفه که بتلبیم نه فقط وارد یک وادی میشیم عزیزان که خودت باید بچشی در این محدوده خدا چقدر نیکوس تمام زیر و زبرهای زندگی تو رو زیر و رو میکنه عزیزان بلکه افکار تو رو بلند میکنه انگیزه های تو رو تطهیر میکنه عزیزان اون خود تو اگه خود فریبی تو ماها خیلی هست به ما نشون میده اعتبار ما و خدمت ما رو بالا میبره قوت میده ما خیلی دنبال قوت هستیم خیلی ضعف میکنیم در این دنیایی که رو به تهاجماته عزیزان رو در ظلمته قوت میده قدرت میده شناخت خدا به ما غذای قوی میده عزیزان ما رو از او شیرخارگی که پولس میگه بسته دیگه تا کی هی تو ابتدای کلام موندیم تا کی هی باید راجب به او با خونش ما رو چیست که هویت ما رو بشناسیم تا کی اینا غذای شیرخارگیه میگه برو جلو غذای قوی بخور غذای قوی چیه شناخت خداست عزیزان در دانیال باب 11 آیه 32 میگه اما آنانی که خدای خود رو میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد از دانیال هیچ وقت مشکلات بیرون نیمد عزیزان از سرزمین طبیب بیرون نیمد برای شست سال دومین قدرت دنیای اون زمان بابل بود و در برابر نبوکت نصرها با شجاعت ایستاد برای قدوسیت خدا هیچ وقت در برابر بود سازش نکرد چرا؟ چون خدا رو میشناخ عزیزان و ما نیاز داریم عزیزان که خدا رو بشناسیم اگه میخوام کارهای عظیم برای خدا بکنیم یا حداقل یه تاثیر و نفوذی توی زندگی شخصیمون توی کلیسامون داشته باشیم که کلیسامون از این وضعیت بیاد بیرون اگه میخوایم حقیقتا عدالت خدا توی کلیسا انجام بشه ما نیاز داریم که خدا رو بشناسیم و ما میتونیم که او رو بشناسیم عزیزان ما میتونیم او رو بشناسیم ما قادر هستیم به وسیله روح القدس که روح حکمت و مکاشفه میده خدا رو بشناسیم و وارد یک رابطه شخصی بشیم تا یه شخصیت والا و مقدس پیدا کنیم که تمامیت ابعاد زندگی ما رو در بر میگیره شناخت خدا از زن. باز هم میگم بغرنج و پیچیده نیست فقط یه چیزی میخواد اشتیاق عاشق ایسا باشی آیا عاشقی؟ شرط اتحاد و شناخت ایسا شرط عاشقیه و شرط عاشقی گذشتن از خوده که مثل پولس تمام اون منیت و خودمهوری های خودتو فضله بشماری حق طلبی های خودتو حتی تجارب عالی پاگون ها اصل و نسب همه رو فضله بشماری چطور میتونیم از خودمون پر باشیم و دم از عاشقی بزنیم عزیزان دم از خود گذشتن بزنیم وقتی اینقدر خودمون پر هستیم من خودم میگم چطور میتونیم یه حفره در درون ما باشه و بخوایم بریم تو اقیانوس دریای شناخت خدا شنا کنیم غرق میشیم عزیزان غرق میشیم شرط عاشقی از خود گذشتنه و در آخر یه نویسنده ای که من عاشق معنی اسمش هستم زیادم نمیشناسمش مارک دوان معنی اسمش مرد رودخانه ای یک نویسنده خیلی متبهر خیلی شناخته شده در تمامی جهان حتما به وسیله از رودخانه خیلی با کشتی این برون بر میره. او خیلی یارو رو می خیلی رو رئیس رو خیلی آدم های کل گنده رو و خیلی از افرادم او رو میشناختن یه روز با دوتا دخترش میره سفر دور دنیا هر جا که میره می این پاپی عزیز با همه سلام علیک میکنه خوش و بش میکنه یک ساعت با این میشینه حرف میزنه یک ساعت با اون محبت عشق همجور رد و بدل میشه در پایان سفرش دختر بزرگش میگه پاپی تو همه رو میشناسی به جز خدا از اون ممکنه ما خیلی به ظاهر انسانهای روحانی باشیم خیلی مشهور باشیم خیلی حکیم باشیم حکمت آسمان و زمین رو داشته باشیم اما خداوند چنین میگوید در ارمیا باب 9 آیه 13 میگه حکیم از حکمت خودش فخر نکنه جبار تنومندی خودش از قدرت خودش از اقتداری که خدا بهش داده سوء استفاده نکنه دولتمند افتخار نکنه به چیزهایی که داره بلکه هر کس فخر میکنه از این فخر کنه که منو میشناسه عزیزم که من یهوه هستم این یهوه کیه که رحمت انصاف و عدالت رو در زمین و در کلیسا این آیه مدت هاست باعث تسلی دل من شده به جا خواهد آورد زیر خداوند میگه از این چیزها مسرور میشم شناخت ما شناخت من شناخت تو شناخت ما با هم دیگه کلیسا رو جایی میکنه که باعث خوشنودی خدا بشه و همین خدا مشتاقه و دنبال انسانی که شناخته بشه و اولین ثمره شناختی که الان شما روی صندلیا نشستین چی بود از آن حیات جاوید نیست تولد تازه یوحنا 17 میگه حیات جاویدان اینه که خدای واحد حقیقی رو و عیسی مسیح رو که فرستاده بشناسی از آن شناخت خدا حیات جاویدان میده یه جوری بزرگتری امنیت و اطمینان عزیزان و این از کجا کسب شد از روح حکمت و مکاشفه که روزی بر تک تک شما اومد که نه تنها عزیزان این روح باعث رستگاری و نجات ما میشه بلکه از ما تک تک ما مردان و زنانی حکیم میسازه که بنیاد خانه روحانیش بنیاد خدمتش روی سنگ بنا شده باشه آمین که وقتی باران مشکلات میاد شروع به باریدن میکنه وقتی سیلاب های سونامی ها روانه میشه وقتی بادهای های موزی دشمن بیرون و درونی رو سوخ میکنه آن خانه خراب نشه چرا چون آن خانه روی سنگ شناخت خدا بنا شده به وسیله چی؟ به وسیله روح مکاشفه آیا مشتاق شناخت خدا هستین از آمینتون خیلی ضعیف بود خدا اینجاست و داره میشنوه بر وقف زبان تو خداوند به تو خواهد داد آیا مشتاق شناخت خدا هستی؟ آمین. پس بذاریم با همدیگه دعا کنیم برای خودم و برای همه تون عزیزان شکرت پدر جان تو در کلامت میگی من شبان نیکو هستم و خواستان خود رو میشناسم و خواستان من من رو میشناسن چرا که پدر من رو میشناسه من پدر رو میشناسم ای خدا چه اشتیاقی داشتی چقدر کلام های رسا و زیبا گفتی از اینکه اشتیاق دل خودتو به ما بدی که ما تو رو بشناسیم حتی جایی به عنوان معاخذه به عنوان هشدار در متا باب دهه میگی چه خدمت هایی کردی چه کارایی کردی روزی به تو خواهم گفت که تو رو نشناختم از من دور شو چون خداوند میگه حتی شناخت من از تمام قربانی های سوختنی که صبح تا شب خدمات توه که خیلی جاها میزنی که خدمت به خدا بکنی میگه شناخت خدا از قربانی های سوختنی نیکوتره پس ای خداوند دعا میکنیم در نام عیسی مسیح ای خداوند ما مثل پولس رو در حضور تو بلند میکنیم رو در حضور تو تکون میدیم که خدای زل جلال، خدای پرجلال خدای پدر ما خداوند ما عیسی مسیح دعا میکنیم ای خداوند که روح حکمت و مکاشفه در شناخت خودتو به تک تک ما خداوند من چقدر احتیاج دارم چقدر ضعف‌های زیاد می‌بینم که در اثر عدم شناختم ای خداوند این روح حکمت و مکاشفه رو خداوند می‌خوام برای خودم و کلیسای مقدس و محبوب تو تا چشمای دل ما روشن بشه روشنایی بشه و در دعا میکنیم با تمام قلبمون چون میدونیم زندگی ما چقدر متفاوت میشه خدمت‌های ما رابطه‌های ما چقدر متفاوت میشه که چشمای دل ما روشن بشه امید دعوت خودمون رو بشناسیم با چه امیدی عیسی مسیح روی صلیب رفت تا ما رو دعوت کنه تا دل ما رو به دست بیاره تا محبوب او بشیم تا فرزندان خدا بشیم خدای چشمای دل ما رو باز کن چشمای دل ما رو روشن کن به وسیله روح حکمت و مکاشفه شناخت از خودت بده خداوند تا امید دعوتمون رو بشناسیم میراسهای های قنی که در های مسیح داریم اون وعده های ها. که ما رو شریک قدوسیت تو میکنه ای خداوند اونا رو بشناسیم و هم قوت قیام تو رو همون قوت قیامی که تو رو از مردگان بلند کرد بالاتر از هر نیروی تاریکی هر قدرتی و این قدرت رو امروز به کلیسا میده این قدرت رو دو هزار سال پیش به کلیسا داده که در هر ضعفی که برای شناخت تو داریم ما رو امداد کنه ای خداوند همگی ما با قلب‌هایی که در حضور تو تکون میدیم خداوند مشتاقیم و دعا میکنیم که تو این دعای ما رو تو آمین و بلی بگی حتی کسایی که خداوند اشتیاق ندارن دعا میکنم خداوند کسایی که سردن بی تفقتن. خداوند تو با محبتت از کنار اونا رو عبور کنی با آتش محبت قلب اونا رو بسوزونی که در حضور تو برای شناخت تو بدونن تو چه با چه عشقی دنبال تک تک ما هستی که ما رو بکشی به هجله های خودت که از توی شناخت تازه داشته باشه می خداوند چون در نام عیسی مسیح همه ما که کلیسای تو هستیم همه ما که خانواده تو هستیم همه ما که فرزندان محبوب تو هستیم طلبیدیم و همه با هم میگیم آمین و آمین